برنامه سازان، میهمانان و کلی شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند. سلام بینندگان عزیز، من پونه منشادی هستم، پرزیدنت کمپانی گولدن کاویار سکین کیر. امروز دوباره همونجوری که پروموس کردم، زارا جون کنار من دوباره نشستن و زارا جون میخواییم خودتونو معرفی کنم. سلام عرض کنم، دیگه فکر میکنم همه منو تقریبا میشناسن دیگه. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. سعادتیه که یک بار دیگه در کنار شما عزیزان هستم با پونه عزیز. خب قبل از اینکه با هم گفتیم خب دیدی چی شد، قبل از اینکه برنامه رو ما ها شروع کنیم، کلی جاتون خالی داشتیم اینجا گپ میزدیم و میخندیدیم و که چقدر این برنامه رو خیلی دوست دارم همیشه وقتی که میخوام ضبط بکنم، چون احساس میکنم خیلی خودمونی هم با همه، نه فقط با شما ولی با همه که برنامه رو نگاه میکنن. و دیساید کردم از هفته دیگه بتونیم تلفنم بگیریم که صدای قشنگ همه رو بشنویم که نظر شما چی هست در مورد پرادکت های ما. همینجوری که روی برنامه دیگه کردیم قبلنا، میخواییم بیاریم حالا روی این برنامه. بسیار خوب. یکی از پرادکت هایی که این روزا خیلی خیلی فروش داره و ما میبینیم که چقدر مردم ازش استفاده میکنن، مخصوصا به خاطر اینکه داریم به تابستون میرسیم، پرادکتی که با ویتامین سی ایشون دارن درست میکنن که ماسک هست و ژل و کرم ویتامین سی شون هستش. میخوام که پونه جون راجبش یه مقداری صحبت بکنن و به ما اطلاعات بیشتری بدن، برای اینکه خودم هم استفاده میکنم و واقعا از این کرم خیلی خیلی من راضی هستم. من فکر کنم به خاطر اینکه فیوریت پرادکت شما هستش با برنامه رو با این میخوایم شروع بکنیم. فکر کنم حتما. زارا جون، ماها یه دونه از تنها کمپانیایی هستیم که لاین کمپلیت نه فقط از کاویار سکین کیر داریم، ولی لاین کمپلیت از کرم و سیرومای ویتامین سی. الان دیگه انقدر پاپیلر شده این ویتامین سی، اگه کسی آشنایی داشته باشه با دکتر آز، بله، که روی کانال 4 لس آنجلس هستش، هر روز در مورد یه جوره ویتامین سی صحبت میکنه و جدن انقدر این اثر خوبی داره روی پوست برای شفافیت، به خصوص برای کسایی که پوستشون خیلی خشکه. بله. ماها ویتامین سی مون با 25% دایلوت هم نشده، یعنی همون 25% قوی که شما میخونین روی باتل، همون 25% ماها توی یه پرادکت استفاده میکنیم. اگه اجازه بدین یه کلوزاپ ازش بگیریم که دوستان عزیزم هم ببینن. یه کلوزاپ بگیریم از ویتامین سی. این ویتامین سی ما قیافش اینجوریه که همه آشنایی داشته باشن و وقتی که این پرادکت رو میگیرن مطمئن باشن که قیافش اینجوری هستش. البته وسط کلامتون رکمندیشن من ویتامین سی که پونه جون راجبش صحبت میکنه یه ماسک هم داره. این ماسکا قدیما اگه یادتون باشه ماسکایی بودش که ما میزنیم به صورتمون، اینطوری میگرفتیم مثل پوست صورت ور بیاد چجوری اینطوری میکشی بیرون، و این ویتامین سی ماسک هم به همین حالته. و خوبی اون اینه که وقتی از این استفاده میکنی یه مقدار بسیار از این بلک آتا رو در میره. من حتما به شماها رکمند میکنم که وقتی که میخواین از کرم ویتامین سی یا جل ویتامین سی استفاده کنی 100% از ماسکش استفاده بکنی. بله.
این خود پکیجینگ و باطل ماسک ویتامین سی چند تا خوبی داره. اول از همه 25% ویتامین سی توش هستش. دوم از همه شما وقتی که این دونای سیاه میزنه روی بینی یا روی پوستتون، شما میتونین پوستتون عالی باشه ولی هممون این دونای سیاه رو داریم که اصلا خوشمون نمیاد و میشینیم اینا رو میچلونیم که بیاد بیرون. اول از همه وقتی که شما میچلونین جای ناخونتون میبونه، بدتر پوستتون رو بدتر میکنه. دوم اون چربی که شما رو دستتون دارین باکتری است، دوباره همون پوستتون هم بد میکنه. ولی این ماسک یه با یه بروس میاد که شما با این بروس میتونین ماسک رو روی صورتتون بزنین. یه بروس مویی خیلی نرم و خوبه. بله، و تقریبا میزنین این نیم ساعت روی صورت بشینه، قشنگ ریلکس بکنین، بزنین مطمئن باشین که این حتما باید خشک بشه. بل. خیلی ها، من چند تا ایمیل گرفتم که میگن که این اصلا نمیتونستم من اینو پیل بکنم و وقتی که باشون صحبت کردم فهمیدم که نذاشتن این خوب خشک بشه. وقتی که خوب خشک نشه شما نمیتونی اینو پیل بکنین. بله، وقتی که خشک شده خوب به پوست میچسبه و اون موقع این دونای سیاهی رو میکشه به خوردش. بل. و میچسبه به اون حالت ویتامین سی که دارین رو صورت میزنین و از بالا شروع بکنین، اینو کم کم دورشو بکنین، بعد از وسط بکشین تا پایین. خانوما و آقایون دوستان از ما همیشه میدونن که ما بر ساعت یه نیم ساعتی در روز یا در هفته یه نیم ساعتی احتیاج داریم که ما رو خودمون باشه. گفتم. حالا یا بچه دارین یا شوهر دارین یا کار میکنین، مجرد هستین، ولی بسا یه نیم ساعتی اون بهترین موقعی است که شما بیاین این ماسک رو بزنین و بگیرین قشنگ ریلکس کنین، یه موزیک خیلی آروم هم بزنین و اینو بزنین روی صورتتون. شما میدونین که ما هر چقدر که به تابستون نزدیک بشیم بر اثر عرق کردن و بر اثر به قول معروف خاک و هوای بدی که وجود داره، این پوستای مرده روی پوستمون بیشتر میشه، روی پوست صورتمون. به خاطر همین این ماسک بسیار زیاد کمک میکنه. بله. و بعد از اون این ژلشه، درسته؟ این بله، سیروم ویتامین سیش. همینجوری گفته بودم ما حالت پکیج داریم که هر سه تا پروداکت توش هستش، یا میتونین تک تک هم اینا رو خرید کنین. دوباره یه دونه هست سیروم ویتامین سی. دومین پروداکتش هست ماسک ویتامین سی که در زم پوست مردرم از بین میبره از روی صورت. و سومین تیکش کرم ویتامین سیه. فرق کرم ویتامین سی با سیروم ویتامین سی اینه که بعضیا براشون راحت تره که سیروم که غلیظ تره استفاده کنن، به خصوص اگه پوستتون خشکه. کسای دیگه دوست دارن کرم ویتامین سی بزنن. بله. برای کسایی که پوستشون کامبینیشن باشه تا چرب. بله. کرمو میتونن استفاده بکنن و اثرش به همون خوبی هستش، ولی ماها دوست داریم این چویس به همه بدیم. فقط یه پروداکت نمیذاریم بگیم که خب دیگه چویس نداریم، شما باید این سیروم استفاده کنید. و خب اینه که اتفاقا وقتی این کرمو میذاریم به صورتتون، چون من کرمشو استفاده میکنم، یه بوی پرتقال خیلی خوب. آره خیلی داره. آدم دلش می‌خواد بشه یه ساعت بوش بکنه. و باطلش به نظر کوچیک میاد ولی میدونین انقدر غلیظه. بله. همه این باطل کوچیکش 4 ماه میتونین اینو استفاده کنین. پروداکتامون کلن یه جوری اندازش رو گذاشتیم که جدن همه بتونن استفاده بیشتری ازش بکنن تا شاید پروداکت های دیگه که سایزش کوچیک‌تره. سیروم خاویارمون که 2 برابر اندازه معمولی و 2 اونسه برای همون قیمتی که شما معمولا هر جای دیگه میبینین. ژل خاویار دور چشممون که 2 پرفروش‌ترین پروداکت ما هستش برای بردن چین و چروک زیر چشم، برای بردن کبودی یا گودی زیر چشم. بل. یا برای پف زیر چشم که من قدیما داشتم، خوشبختانه الان خیلی کم شده. اینم ارسیه و هم ارسیه هم که یه وقتی میشه مثلا شب میرین پارتی میکنین تا 2-3 بعد شب بیدارین، بعد صبح که بیدار میشین ماها از این کارو نمیکنیم. ما نه، به قول معروف دیگه از همون گذشته، از من حتی از من گذشته، ولی برسات یه مقدار صورت آدم پف میکنه بر اثر حالا غذای نمک زیاد بعضی موقع میخوری. و یکی دیگه چیزایی که هستش این ژل دور چشم، به خاطر اینکه شما وقتی که آب زیاد توی بدنتون جمع میشه زیر چشمتون
سیاهی بیشتری میده. درست. یا اینکه بر اثر خستگی زیاد. و این کرم خیلی، این ژل بهتون، کرم دور چش واقعا بهتون کمک میکنه که هم اون پف از بین ببره، همین سیاهی دوره چشم. ماها ایرانیام که سابقه این کبودی دوره چشم خیلی زیادی داریم و میدونم خیلی ناراحت کننده است، به خصوص اگه آدم نمیتونه اینو از بین ببره. چون من میدونم هر هدف بیرون میدم همه خیلی میان از من میپرسن، نشون میدن، میگن نگاه کنین این من این گودی زیر چشم دارم، یه کبودی، خیلی ناراحتم از دستش. بعد میدونی موضوع سر که حتی لوازم آرایش هم کاورش نمیکنه. میخواستم همینو بگم. آره، به خصوص اگه کبودی پررنگ باشه. بله. هر کاری هم بکنی با میکاپ هنوز نشون میده. بله. اون زیر. یکی دیگه از پروداکتایی که خیلی توی مارکت الان این فیوریت ما، بله، فیوریت خانم پونه است، بسیار هم زیاد، اگر که یک کلوزاب روش بگیریم خیلی خیلی فروش داره، این هند پامپر. بله، این هند پامپر مخصوصه برای کسایی که میخوان رگ دستشونو حالت خوابوندن انجام بدن، یا اون حالت، یه حالت پف خیلی قشنگی به وجود میاره. بله. روی دست. همونجور که میدونین ما بر اثر وقتی که سنمون بالاتر میره پوستمون نازکتر میشه. درست. و رگای دستمون بیشتر چیز میشه، نشون داده میشه، مخصوصا هم اگر که مخصوصا خانمای ایرانی همیشه دستشون توی آب یه سره دارن یا ظرف میشورن یا اون غذای خوشمزه، به خاطر اونم، هم اونم باعث میشه که یه مقدار زیادی دستای ما حالت چروکیدگی پیدا بکنه، یا اینکه این رگو همیشه ورم میکنه. و این پامپر خیلی بهش خوبه. بله، اتفاقا زارا جون دقیقاً دلیلی که اینو تولید کردم، من انقدر خانوما به من زنگ میزدن در مورد پروداکت های دیگه صحبت میکنن، واخه میگن که تو رو خدا یه چیزی درست کنی، ماها که از صبح تا شب دستمون تو آبیه داریم آشپزی میکنیم، این رگای دستمون میزنه بالا من. و یه چیزی تولید کنیم که بتونیم ماها اینا رو بخوابونیم یه خورده. خلاصه ما اون حالت بوتاکس که رو صورت یه حالت پف انجام میده، ماها اون حالت رو یعنی گذاشتیم برای دست که یه حالت پف قشنگ بیاد روی دست. من خودم سالهای پیش تو کار بانکی بودم برای 10 سال و انقدر رو کامپیوتر من تایپ کرده بودم که از اون موقع رگای دستم زده بود بالا. شما اگه یادتون باشه قبلا چقدر این رگام بیشتر بالا بود و الان یه مدت تقریبا 1 سال من این پروداکت رو استفاده میکنم خودم، خیلی خیلی راضیم، مادرم هم استفاده میکنه، همه دوستام هم استفاده میکنن، چون جدن این جوابشو دیدن. خیلی ها فکر میکنن با یه بار استفاده کردن جوابشو زوده میبینن، مثل پروداکت های دیگه است، بعد پوست عادت بکنه، بعد از اینکه پوست عادت کرده جوابشو کم کم بشه. یه چیز خیلی جالبی که پیش اومده بود، یه خانم برای من ایمیل فرستادن، گفتن که از این هم پلامپر من استفاده کردم و اینقدر خوب بود که نگاه کردم دیدم بازوام هم تا این بالا یه خورده شل شده، اینه که همطوری وقتی که میزنم دیگه میرم تا این بالا، این بالا هم همه رو میمالم. بله. خیلی جالب بود این سخنش. یه سوال دیگه هم که از من پرسیدن که آیا میتونم برای صورتشون استفاده بکنن. من اینو رکومند نمی کنم برای صورت، البته اثر بدی نداره روی صورت، ولی من رکومند نمی کنم چون هر چیزی مخصوص خودشه. بله. کی بود فکر کنم امروز صبح بود یه خانم زنگ زده بودن، البته این سوالو خیلی از من پرسیدن که شرکت های دیگه سیروم خاویار رو میگن برای زیر چشم هم میتونین استفاده بکنین، چرا ما رو شما رو نمیتونیم برای زیر چشم استفاده کنیم؟ اول از همه و مهمترین دلیل اینه که شرکت دیگه 97% خاویار نداره، ما رو ماها 97% خاویاره و خیلی قویه برای جاهایی که زیرش استخون بندی نداره. بله. و وقتی که شما اینو برای کل صورت میتونین استفاده بکنید، ولی برای زیر چشم چون اون حالت استخون بندی نداریم خیلی راحت‌تر میتونیم خراب بکنیم اون پوستو و خیلی جای دلیکتی هستش. برای همین این ژل خاویار دور چشمو مخصوص برای زیر چشم، کنار چشم و روی پلک چشم. روی پلک چشم میزنیم، من همیشه میگم با گوش پاکن بزنین که کنترل داشته باشیم. بله، توی چشم نره. خب میبینیم که داره تابستون میاد و خانمام دوست دارن که به خاطر اینکه دیگه کتا و پالتو رو در میارن و دوست دارن که لباسای نازکتر رو
بپوشن و لب دریا را برن و یا اینکه تو آب برن و به خاطر همین میخوان یه خود لاغرتر و خوشهیکلتر بشن. و شنیدم که پونه جون یه پروداکت جدیدی رو درست کرده برای لاغری، میخوام که ایشون راجبش یه مقداری صحبت کنه. بله زارا جون، ماها سالهای پیش پروداکت گت سلیم رو تولید کردیم. If I need a close up shot on this. این گت سلیم مخصوص برای لاغر شدن و یه خود فرق میکنه شاید تا پروداکت های لاغر شدن های دیگه. ما رو میتابولیزم کار میکنه، جلوگیری نمیکنه از اپتایتتون که مثلا هوس خوردن بیشتری بکنه، اونجوری کار نمیکنه. جلوی گرسنگی رو نمیگیره که مثلا فکر کنین گفت. درسته، به خاطر اینکه وقتی که شما اونجور قرصا رو استفاده میکنین، وقتی که قرصا رو گذاشتین کنار دوباره اون درسته. ولی با این قرصا رو میتابولیزم کار میکنه، کمک میکنه میتابولیزم بدن رو ببره بالا، چربی رو خیلی زودتر و راحت‌تر بسوزونه. یکی از دلایلی که ما یه مقدار توی سنای بالاتر چاق میشیم به خاطر اینکه متابولیزم بدنمون میاد پایین، سریع نمیتونیم تمام فت ها رو و چربی ها رو بسوزونیم، به خاطر همین این قرص که همش از انواع و اقسام میوه‌هات و سبزیجات درست شده باعث میشه که اون سوخت به قول من رو سوخت ساز بدنتون رو بیشتر بکنه که سریعتر بتونه این چربی ها رو بسوزونه. بله دوباره همه مکملای ما گیاهی هستش، همش توی آمریکا تولید شده زیر نظر FDA و توی لبراتوری FDA تولید شده. همش هم شما میتونین همشون رو پشتش رو ببینین، نوشته Made in USA که با خیال راحت خرید بکنین. و یه پرادکت دیگه هم داریم اسمش هست Slim and Trim و اون یه پرادکت نوعه، حالا میتونم برنامه بعدی اونو معرفی بکنم. اون یه خورده قوی تره، ولی میگم دو تا پرادکت ها از نظر کار کردنش همون جوری کار میکنه. یه دونش فروت و ویجتبلش رو زیادتر کردیم که اون انزایم میتابولیزم بدن رو تندتر بکنه، سوزش رو بیشتر کنه. فقط رکمند میکنم، خواهش میکنم خانمایی که حامله هستن یا بچه شیر میدن، حتما از دکترتون بپرسین، مطمئن باشین که خوردن این براتون ضرر نداشته باشه. و کسایی که پرابلم تیروید دارن یا پرابلم قلب دارن اول از دکترتون بپرسین، اگر که گواتر دارن، به قول ایرونی ها میگن گواتر یا همون تیروید. بله به خاطر اینکه میدونین کافئین، همه این قرصایی که برای لاغر کننده هستش کافئینش بالاست که میتابولیزم رو تندتر بکنه، و وقتی که میتابولیزم رو تندتر میکنه تپش قلب رو بیشتر میکنه و برای کسایی که پرابلم قلب دارن شاید پرابلم باشه. همچون که میدونین کافئین هم که میدونین که مثل این که شما اگر که بیاین دو تا سه تا لیوان قهوه بخورین چطوری همش دوست دارین که هایپر میشین، میخواین همش بدوین تون تون کاراتون رو انجام بدین، اون هم شاید یه همچین حالتی رو براتون به وجود بیاره. حالا من یه بیوتی تیپ دارم زارا جان. واو. گفتم دیگه وسط برنامه بعد یه بیوتی تیپ هم بذاریم. خب ما دوست داریم ماشاءالله ایرونیا ابروامون همیشه پرپشت و قشنگ و دوست داریم دقیقاً همون جوری که درستش میکنیم همون جوری بمونه. حالا شما بعد از اینکه ابروتون رو درست کردین، یعنی کشیدینش، اون بروس ابرو یه خود هیر اسپری بردارین، روش هیر اسپری بزنین، این بکشین روی ابروتون. بله خیلی من خودم همینجوری هستم، وقتی که موی ابروم یه خورده بلند میشه شروع میکنه افتادن و اون حالت قشنگی رو از بین میبره که ما ها اینقدر زحمت کشیدیمش و توشو پر کردیم. یه خورده هیر اسپری بزنین روی این بروست، یه خورده به ابروتون بزنین و این حالت رو قشنگ نگه میداره. شما دیگه نباید نگران باشین که این مو بیفته پایین یا از بیوتی تیپ بسیار عالی بود. خیلی خوب. برای اینکه ما وقتی که ابرو رو درست میکنیم یه دو سه ساعت که میرین مهمونی یا خود میرخصین، بر اثر عرق کردن یه مقداری امکان داره همونطور که موهای آدم به هم میرزه اون حالت شیپ ابرو هم به هم میرزه. حالا من میخوام این دفعه یه خود در مورد هیر پروداکتمون صحبت بکنیم. بله من فکر کنم شاید یه بار تا حالا در مورد این سپری مو صحبت کردم. من فکر کنم قبل از اینکه راجع به هیر اسپری صحبت کنیم بهتر راجع به این یکی صحبت کنیم. می‌بینین دوباره فیوریت های خودشو داره برمی‌داره میگه اونو صحبت بکنیم. هیر ماسک ما اسمش هست کندیشن می. If we can get a close up on this. کندیشن می الان
پاپیلر ترین و پرفروش ترین پروداکت موی ما هستش. شما بیشتر سالن‌های اورنج کانتی اگه برین این پروداکت رو دارن اونجا. و این کندیشن می با روغن ارگان اویل درست شده که خودم وقتی که مراکش رفته بودم اونجا دیسکاور کردم این روغن ارگان اویل رو و دیدم چقدر این اثر خوبی داره روی پوست و ناخن و مو. و الان چند تا پروداکت همون توش ارگان اویل داره. بوشم مثل بوی تنجرین کردیم چون همه چی باید بوی خوب داشته باشه دیگه. و شما اینو میتونید استفاده بکنید به جای کاندیشنر، یعنی شما اول شامپو میکنین موتونو، بعد یه مقدار خیلی کوچیکی اندازه 25 سنت، بخاطر اینکه خیلی خیلی غلیظه، شما اینو استفاده بکنین به موتون و به دم به موتون رسیدین اینو بچرخونین که قشنگ بره به خورده موتون و بذارین یه 5 دقیقه بمونه رو موتون، بعد اینو بشونین. یا میتونین کاری که زارا جان کرده چند روز پیش بکنین. به خانم پونه میگفتم، گفتش که داشت به من میگفتش که اینو 5 دقیقه میذار رو، میگفتم یه کار جالبی که کردم اینه که من وقتی که میرم موامو هایلایت بکنم و رنگ بکنم، دو سه روز اولی که از توی آرایشگاه میام بیرون مو خیلی خشکه، حتی اگه کاندیشنر هم استفاده میکنیم به درد نمیخوره. من کاری که میکنم ماهی یک بار اینو برمیدارم میمالم به سرم قشنگ، بعد یه دونه از این کیسای پلاستیکی یا کلاهای پلاستیکی که زیر شاور شما برای شاور کپ استفاده میکنین میکشم به سرم، بعض موقع تا صبح باش میگیرم میخوابم، بعد که صبح که بیدار میشم و میرم حموم و موامو میشورم انقدر موهای من لخت میشه که حتی دیگه احتیاج به سشوار کردن نداری. یعنی من فقط همجوری یه براس که میکشم ولش میکنم، یه سه ساعت بعدش که خشک میشه قشنگ همجور صاف و ساده میمونه. الان هم میبینیم چقدر براق و لخت و قشنگیه. بله، به خاطر این پروداکت من ادلیس یعنی یک در ماه یک بار به این حالت ازش استفاده میکنم. اگر موهاتون فوق العاده خشکه 100% این کارو انجام بدید و میبینید که چقدر خوبه. بله، من خودم چون موم بلنده هفته ای دوباره حتما باید استفاده بکنم، بخاطر اینکه مثل شما موم رنگ میکنم. این هرچی خب موتونو بیشتر رنگ بکنی خشکتر میشه و اون جدن اون حالت تریتمنت رو بعد بهش بدی، بعد به موتون برسین که اون حالت براق کننده و آخرای مو جدا نشست مو خوره ایران. درسته. دو شاخه میشد، دو شاخه میشد و من جدن من هر کسی مومو میبینه میبینه مو خوره نداری، موت همیشه شاینی اینا، میرسم به موم و آدم باید بکنه، وگرنه این همه زحمت ما رو کشیدیم مو رو بلند کردیم رنگ میکنیم، خب بعد اون حالت براق و هلتی بودن هم نگه داریم به موم. حالا راجبه، حالا میتونی راجبه هیر اسپری تو صحبت کنی. حالا در مورد فیور پرادکت خودم صحبت میکنم. ما هممون که هیر اسپری میزنیم که اون حالت مومون رو نگه داره، ولی بعضی وقتا من خونه هر کدوم از دوستان میرم میبینم 10 جور هیر اسپری دارن. تارا جان من نمیدونم شما اینجوری هستین. من نه، نه اوکی. من برای که یه دونه بیشتر استفاده نمیکنم. بله همینه حتما. یه دونه برای روز دارن که اون حالت نگر داشتنشو خیلی حالت لایت میخوان، یکی دیگه شاید خود خیلی مثلا برای بعد از ظهر خود قوی تر باشه، و یه دونه خیلی خیلی قوی که اصلا دست بزنی به موتون مثل چوب میمونه، مثل چوب اصلا تکون نمیخوره. ما ها این سه تا حالت رو گذاشتیم تو یه باتو و تو این یه دونه هیر اسپری هم هولد کم داره، هم هولد متوسط داره، هم هولد قوی داره، یعنی نگهداری کمتر و یه خود قوی تر و دیگه خیلی خیلی قوی تر. If we can get a close up on this، اگه شما اینجا ببینین نگاه کنین، اینجا 3 درجه داره، درجه کم، متوسط و زیاد. شما وقتی که اینو اینجوری میچرخونین میتونین بچرخونین به اون درجه کم، متوسط و زیاد، و این حالت سپریو شما میبینین وقتی که سپری میکنین یا خیلی میاد بیرون یا خیلی کم میاد بیرون، و اینجوری شما میفهمین رو کدوم درجه هستش. من مامان خودم همیشه خوب هیر اسپری میزنه، همیشه هم خودشو گوگولی نگر میداره و این در روز دلش میخواد اون حالت هولد خیلی کمی داشته باشه، ولی آدم خب مهمونی جای عروسی میره شب میخواد اینو نگر داره، کوچیکترین بادم بخوره یا دست آدم دست هم به موش بزنه خراب نشه. اون حالت نگر میداره. یکی دیگه پروداکت هایی که
من میدونم حتما میخوام استفاده میکنم. یه اشخاصی مثل من که موهای بسیار صافی داره و همیشه سرش اینجاش فلات میشه، این پروداکت هست. آها. که اینو بهش میگن ماجیک داست. جدنم ماجیکه، واقعا ماجیکه. این دوباره یکی پروداکت، یه دونه از پروداکت های دیگه ماست که هر هفته این سولد اوت میشه زارا جان. یه باتل به این کوچولویی میتونه کار به این بزرگی انجام بده. شما اگه ببینید من همیشه یه حالت پف دارم بالای موهام، نمیدونم سالهای ساله همیشه این حالت رو دوست داشتم و جوری که من میتونم این کار رو انجام بدم با این پودره. این پودر فایبره. حالا فرق پودر معمولی با پودر فایبر اینه که فایبر میچسبه به مو. بله. میچسبه به مو و مو رو حالت پف بیشتری به وجود میاره. و فایبر هیچ گونه وزنی هم نداره. اصلا وزن نداره. یعنی شما وقتی که اینو میگیرین، شما نمیدونی هر دفعه من اینو فرستادم برای مشتری زنگ میزنم میگه این توش خالیه. نه توش پر پره، ولی فایبر وزن نداره. حالا رو اینستاگرام و فیسبوک ما برن ببینن، میتونن عکس‌های مختلف و ویدیوهای مختلف بدن. و روی یوتیوب ما میتونین شما برین روی یوتیوب تایپ کنین گلدن کاویار سکین کیر، میتونین همه ویدیوامونو ببینین و ویدیو این ماجیک داستم ببینین. و واقعا از ماجیک شعبت بازی که میگن درست دیگه. زودی به آخر برنامه رسیدیم، خیلی زود میرسیم به آخر برنامه همیشه. ولی ممنون دوباره پلو دست من نشستین که این برنامه رو بتونیم انفورمیشن عالی رو به همه بدیم. و یادتون نره برنامه گلدن کاویار سکین کیر هر روز روی رویال تایم تیوی هستش و شما میتونید ساعتهای مختلف رو از رو وبسایتمون و وبسایت رویال تایم تیوی بگیرین. خیلی ممنون از همگی. خواهش میکنم روز شب بسیار خوبی داشته باشید. خدا نگهدار. برنامه سازان، میهمانان و کلیه شرکت کنندگان در برنامه های تایم تیوی مسئول سخنان و نظریات شخصی خود هستند.